چرا پاکستان رهبر داعش را می خواهد؟ به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به چینل خبری 24. امید که تا آخر با ما همراه بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید. و نقل از خبرگزاری افاق، چرا پاکستان رهبر داعش را می خواهد؟ نگاه بدبینانه مردم و دولت مردان افغانستان و پاکستان سابقه و قدامت استقلال پاکستان از هند دارد. این وضعیت به ویژه در 40 سال اخیر در مقیاس بی سابقه تشدید شده و گسترش یافته است، زیرا پاکستان با استفاده از تمام توان و امکاناتش سعی می کند گروه های ضد دولتی نیابتیش را در افغانستان تقویت کند و با ایجاد اختلاف در نظم و امنیت و ثبات کشور همسایه منافع راهبردیش را از جمله تبدیل افغانستان به عمق استراتژیک رژیم اسلام آباد در مقابل نفوذ سیاسی و فرهنگی دهلی نو را دنبال کند. با این حساب از نظر بسیاری از دستگاه های اطلاعاتی، مقام های سیاسی، کارگزاران امنیتی و استراتژی های استخباراتی افغانستان، شاخه خراسان داعش، جدیدترین ورژن تروریسم پاکستانی در افغانستان است که احتمالاً پس از بازگشت طالبان به صلح و یا و سیاست عملاً جایگزین آن گروه خواهد شد تا همچنان اهداف اسلام آباد را از طریق ادامه چرخه خونبار خشونت در افغانستان تحقق بخشد. پیش از این بارها مقام‌های سیاسی و امنیتی از حامد کرزی رئیس جمهور سابق تا رحمت الله نوید رئیس پیشین امنیت ملی داعش را پیاده نظام پاکستان و یا متشکل از طالبان پاکستانی دانستند و تصریح کرده اند که بنیان‌های اصلی این جنبش تروریستی ضد امنیتی از سوی سازمان‌های جاسوسی وابسته به رژیم اسلام آباد تغذیه و تامین می شود. این گمانه هر بار با کشتن یا دستگیر کردن رهبران پاکستانی داعش در افغانستان تقویت شده است که در آخرین مورد به تاریخ 16 حمل اسلم فاروقی رهبر پاکستانی داعش در افغانستان و 19 تن از همدستانش در جنوب کشور به دام نیروهای ویژه امنیت ملی افتادند. وزارت خارجه پاکستان اما اعلام کرده که با اظهار عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد خواستار تحویل اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان داعش به آن کشور شده است. وزارت خارجه پاکستان گفته است به سفیر افغانستان تاکید شده که این کشور نگرانی های درباره فعالیت های این گروه در پاکستان دارد که کاملا واضح است. همچنین موضع پاکستان در این باره به طور منظم با جانب افغانستان دیگران شریک شده است. همچنین به سفیر افغانستان یادآوری شده که اسلم فاروقی در فعالیت های ضد پاکستانی در افغانستان دست داشته است و او باید برای تحقیقات بیشتر به پاکستان تسلیم شود. در این اعلامیه خاطر نشان شده که دو جانب افغانستان و پاکستان
باید در فعالیت‌ها علیه تروریسم از جمله از طریق مکانیزم‌های تعریف شده هماهنگی کنند. با این حال صاحب نظران انگیزه مطرح شده از سوی پاکستان برای استرداد اسلم فاروقی و اسلام آباد را زیر سوال می برند و می گویند که هدف اصلی آن کشور از این درخواست مسائل دیگری است. جبهه سیاه ریاست امنیت ملی در خبر دستگیری رهبر شاخه خراسان داعش اعلام کرد که فاروقی روابط تنگاتنگ با لشکر طیبه و شبکه حقانی داشته که این ارتباطات اکنون در سطوح مختلف شاخه خراسان این گروه گسترش یافته است. با استناد به این اطلاعات ریاست امنیت ملی اسلم فاروقی حکم جرای سیار دارد. او به تردید حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی است که می تواند از پشت صحنه جنایت های مرگبار داعش در افغانستان حامیان، طراحان و برنامه ریزان آن اتاق های فکر، پشتیوانه های مالی و استخباراتی و مراکز فرماندهی هسته های ترور و تخریب آن گروه پرده برداری کند. به این ترتیب دستگیری او برای پاکستان یک خبر ناگوار است. پاکستان اکنون ISI در تلاش است تا جبهه سیاه داعش را در اختیار بگیرد و اجازه ندهد تا اطلاعات بیشتری از سوی او در اختیارهای شبکه های امنیتی افغانستان قرار بگیرد. با تشکر تاخیر با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر خدا یار و نگهدارتان.